از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جاوید سلام و عرض ادب. آقای جاوید لطفا خبر مربوط به هشدار دبیر کل سازمان ملل از افزایش تهدیدات فرامرزی شاخه خراسان داعش در افغانستان را شنیدیم. تحلیل شما را دهم در این رابطه بشنویم. بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان شما. عرشا که فکر می‌کنم که ملل متحد تمی چند ماهی اخیر بهترین گزارش خود را فکر می‌کنم آماده ساختن که در مورد داعش اینا یک گزارش بسیار مستند و خوبی را ارائه کردن. نظر ما افغانستان بعد از آمدن طالبان یک بستر مناسب برای پرورش تروریسم شده اونجا. نه تنها داعش بلکه 22 حداقل 22 تا گروه های تروریستی منطقه در فعلا در افغانستان در حال رشد و توسعه و آموزش و تجهیزات هستند. متاسفانه یکی از اینا هم داعش هستند که ما شخصا تصور ما است که داعش نوع دیگری از طالب هستند که اونا به یک سلسله اهداف بسیار خطرناک در افغانستان داره توسعه یافته و اونا فکر اونو که بیشترین هدف از اونا اهل تشیع افغانستان و همچنین هزاره های افغانستان هست. خب ما نظرم است که طالب هم بالاخره به یک نحوی میخواه که شیعه و هزاره ها رو به حاشیه برانه و توسط داعش داره این کار انجام داده رایسته و یکی بیرون یک آن سلسله گپایی که طالب داره با داعش ها می جنگن، من فکر کنم گپای گزارش های خیلی درست نیست، ولی چون طالب اگر بخواد نمیتونه داعش در افغانستان رشد بکنه. من مطمئن هستم که طالب میتونه مثلا با طالبا بجنگه، ولی تا هنوز ما ندیدیم که داعش مستقیم سر طالبا حمله کنه، مگر بسیار به هجوم بسیار کوچک اگر سر طالبا حمله کرده باشه، ولی بیشترین حملات چی در مناطق هزارنشین در شهر کابل بوده. خب ایست که داعش در صورتی که بستر مناسب بر ازنا باشد قطعا داعش میتونه مثلا یک سازمان خطرناک برای تمام کشورهای منطقه و حتی اروپا میتونه بشه، چون متاسفانه تماس را از دست دادیم. متشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.